عید قربان یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی است که نمایانگر ایصال ابراهیم و تسلیم شدن اسماعیل در برابر فرمان الهی است. روزی است که سنت حسن قربانی کردن علاوه بر حاجیان در سرزمین منا در میان مسلمانان سرتاسر سر دنیا جریان دارد. اگرچه قربانی کردن در عید قربان صرفا برای حاجیانی که در سرزمین الهی حضور دارند واجب است و برای کسانی که در کشورهای مختلف زندگی می کنند واجب نیست اما این سنت حسنه در میان مسلمانان دنیا در این روز جایگاه ویجه ای دارد همکارم هورا عبدالمجید گزارش می دهد عید قربان برابر با روز دهم ده زیحجه یکی از بزرگترین عیده اسلامی به شمار می آید. در این روز حاجیان اعمال عید قربان از جمله قربانی کردن را در سرزمین منا به جا می آورند. بنابر روایات در این روز خدا به ابراهیم خلیل الله فرمان داد تا فرزندش اسماعیل را قربانی کند. او اسماعیل را به قربانگاه برد ولی جبرئیل همگاه با قوچی نازل شد و حضرت ابراهیم معمور به ذبح آن شد این چنین بود که حضرت ابراهیم و اسماعیل هر دو از این امتحان بزرگ الهی سربلند بیرون آمدند و ابراهیم خلیل و رحمان لقب گرفت و اسماعیل زبیح الله اطاعت این پدر و فرزند در تاریخ ماندگار شد و در قرآن مجید جلوهی ویژه یافته. عید قربان عید بندگی است. در این روز حضرت ابراهیم برای ارج نهادن به فرمان خدا میپذیرد تا فرزندش اسماعیل را قربانی کند. این عید یادآور فداکاری و ایثار ابراهیم در راه جلب رضایت معبود و تجلی ایمان و تسلیم شدن اسماعیل در قربانگاه عشق است در حقیقت فلسفه عید قربان به مسلخ بردن شهوات و به قربانگاه بردن تمایلات نفسانی در پیشگاه معبود است مفهوم این عید بازگشت انسان به مقام قرب الهی است که این مقام در سایه مبارزه با هواهای نفسانی و در پرتو تهذیب خودسازی و بهرهگیری از فرصتهای ناب به دست می آید. در نهم زیحجه با خواندن دعای عرفه منصوب به دعای امام حسین علیه السلام و زیارت آن حضرت در روز عرفه به شناخت خود نزدیکتر میشویم و از خدا آموزش طلب می کنیم تا در دهم زیحجه، نفس و آمال دنیاوی خود را قربانی کنیم و به خدای متعال نزدیک تر شویم. شاید دعای عرفه امام حسین علیه السلام و نیز ثواب زیارت او در این روز بی ارتباط به مقدم بودن این روز برای عید قربان نباشد، در آنجا که در مفاهیم دینی ذبح عظیم به عنوان یک حقیقت بزرگ در تمام طول تاریخ خلقت ذکر شده و خدای متعال خبر آن را قبل از خلقت آدم به همه اهل آسمان داده بود و ملائک خدا نیز خبر این واقعی عظیم را به همه انبیا و اولیا در همه دورانها داده اند. زبه عظیم ماجرای زبه فرزند اشرف مخلوقات خدا به دست شرورترین ترین خلق خدا است زبه عظیم زبه حسین ابن علی علیه السلام است که بر اساس تقدیر ازلی خدا در حساس ترین شرایط زمانی راضی به قضای الهی می شود و با ایثار خون خود دین خدا را احیا می کند. زبه عظیم در میان ملائک و انبیا و اولیای خدا از مشهورترین وقایع تاریخ خلقت است و در نزد خدا عظمت و حرمتی بس شگرف دارد و هر کس به آن متوسل شود دعایش مستجاب و در پیشگاه الهی به جایگاهی بس عظیم دست می‌یابد. قربانی کردن درس بزرگ حضرت ابراهیم به همه انسان هاست ها و قربانی کردن نمادی از انفاق و دستگیری از مساکین است. بخشش قربانی و تقسیم کردن آن در میان مردم به ویژه تنگ دستان هم موجب قرب و نزدیکی به خداوند شده و هم انسان را مشمول عنایت الهی می نماید و هم میان افراد جامعه الفت و محبت ایجاد می کند. این رابطه موجب انسجام و تعاون اجتماعی و گسترش اقدامهای خیر و نیکوکاری در جامعه می شود و اگر قربانی ها به صورت صحیح تقسیم شود میتواند تواند میلیون ها گرسنه را سیر کند. قربانی کردن در دیدگاه اهل معرفت نشانه ای از ترک هوای نفس است و همچنان که منفعت قربانی به دیگران می رسد کسی که مالک هوای نفس خود شده و دیو افسار گسیخته شهوات را به بند می کشد هم خود از وسوسه ها و زیان های نفس خیش در امان است و هم جامعه از گزنده هواپرستی های او مسون خواهند ماند. قربانی کردن و بخشش آن به نیازمندان اقدامی است که صرف نظر از نگاه دینی به آن توسط بشر دوستان در سراسر سر دنیا انجام می شود. گامی در راستای پایان دادن به گرسنگی و فقر در سرتاسر سر دنیا است. چه نیکوز که این روزها که آمارهای جهانی حکایت از اصراف مواد غذایی به شکل گسترده دارد و متاسفانه کشورهای برخوردار به ویژه ممالک عربی در صدر چنین وضعیتی قرار دارند و از طرف دیگر های تکان دهنده و دلخراش از گرسنگی و مع انسان انسانها به ویژه کودکان در بسیاری از نقاط دنیا شنیده می شود و تلاش جهانی برای پایان دادن به آن در حال گسترش است. سنت حسنه قربانی کردن توسط مؤمنان و افراد برخوردار برای انفاق به نیازمندان صورت گیرد. این روزها افغانستان، یمن و بسیاری از کشورهای نیازمند و حتی بخش عمده ای از مردم ایران هم چشم امید به دستان یاریگر و خیر مؤمنان خداجویی دوختند که با انجام این سنت الهی گامی در جهت رفع گرسنگی و فقر برمیدارند. هورا عبدالمجید اخبار شیه.